خب سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه صبح و شب جمعتون به خیر امروز جمعه 26 فوریه 2021 است روز آخر هفته است خب همونطور که میدونید روزهای آخر هفته ما یک کمی متفاوته با روزهای دیگه چهارتای هفته هفتگی رو میخوایم نگاه کنیم یکم کم ماکرو اکونومیکس میخوایم صحبت کنیم بریم ببینیم که اوضاع از چه قراره خب من از در واقع اخبار شروع میکنم طبق روند همیشگیمون خیلی خبر خاصی توی فارکس فکتوری پیدا نمیشه سه امروز دیروز هم خیلی اتفاق خاصی نیفتاد راجب نیوزیلند بود که با هم صحبت کردیم اما خبری که جالب هست از ژاپن در واقع وزیر اقتصاد ژاپن گفته که به نقل از جنت یلن گفته که هیچ در واقع هدف هیچ برنامه برای سختگیری اقتصادی ندارن این دقیقا همون صحبت است که دیروز داشتیم میکردیم سختگیری اقتصادی یا کوانتیتیو تایتنینگ چیزی است که حالا حالاها فاصله داریم باهاش جرون پاول هم داره همین رو میگه به اون هم میرسیم این یک این نشانه هایی است که ما داریم بهش دقت میکنیم اینها سیگنال هستن برای ما تشخیص بدیم فرق سیگنال با نویز رو یه مقاله خیلی جالب دیگه اینجا داریم 27 درصد تمام درآمد خانگی آمریکا از طرف دولت امسال رسیده این عدد خیلی خیلی بزرگه اینجا میتونیم درصدش رو ببینیم در درصد گورنمنت پیمنت پولی که دولت داده نسبت به کل درآمدها میبینیم که خیلی زیاده این پول از کجا داره میاد بیا اینجا دوباره ببینیم این نمودارم جالبه آبی رنگ مقدار درآمد رو نشون میده منهای در واقع پولی که دولت داده و نمودار قرمز رنگ پولی است که دولت اضافه کرده از سال 1959 داریم عدد رو میبینیم ببینید که چقدر پیک خورده اینجا این پول از کجا میاد این پول از کجا اومده به این موضوع فکر بکنید این پول از در واقع واقعا از روی هوا ساخته شده هیچ پشتوانه ای نداره نه پشتوانه ای طلا داره نه هیچ پشتوانه ای دیگه ای صرفا پول های چاپ شده توسط فدرال رزرو و این خودش رو نشون خواهد داد به شکل چی به شکل تورم و این پایان ماجرا نیست این تازه شروع داستانه اینجا بنک آف امریکا رو داریم که اولین دور در واقع تعدیل نیروهاش رو آغاز کرده بعد از اینکه در واقع پندمیک فریز تموم شد پندمیک فریز چی بود خب وقتی پندمیک شروع شد در واقع دستور رسید قوانینی گذاشته شد که در واقع شرکت های بزرگ نمیتونن اخراج بکنن کارمنداشون رو اما خب این موضوع به پایان رسیده زمانش به پایان رسیده بنک آف امریکا تازه شروع کرده به اخراج کردن میدونیم که در واقع شرکت ها دارن متضرر میشن و بحثی توی این نیست اما این پولی که داره تزریق میشه پولی که مستقیم به خونه ها داره تزریق میشه باعث شده که یک کمی ظاهر قضیه حفظ بشه اما باطن قضیه کماکان یک اقتصاد ضعیف رو داریم میبینیم و اما میگم باز هم این قضیه قرار ادامه داشته باشه خزانه داری آمریکا در واقع به IMF International Monetary International Monetary Fund گفته که در واقع قراره که در واقع SDR های جدید چاپ بکنن SDR چیه؟ من توضیح میدم راجبش SDR اینجا هست اینجا فکر کنم فارسیش هم باید باشه به تو سایت IMF IMF.org میتونیم برین و بخونین IMF چیه؟ IMF یک در واقع ارگانیزیشنیه که تمام سیستم های مالی دنیا رو به هم وصل میکنه نه فقط آمریکا نه فقط کشور بزرگ و همه در واقع بعد از قضیه اینکه کشورها از استاندارد طلا خارج شدن IMF بود که در واقع اینها رو به هم پیوسته نگه داشت استیار چیه؟ استیار Special Drawing right رایت هستش اجازه برداشت هستش و وقتی چاپ بشه در واقع کشورهای یه جورایی پوله ولی هیچ ارزی نیست خب یک ارزی است که میتونه هر ارز دیگه باشه اجازه چاپ ارز اینجوری فکر کنم سادش کنیم جالب باشه و در واقع خانم جنت یلن در واقع داره پیشنهاد میده که IMF باید شروع بکنه به تولید کردن استیار های بیشتر این یعنی چی این یعنی کوانتیتیو ایزینگ در سطح جهانی این یعنی چاپ کردن همه پول ها با هم نه فقط دلار به هر حال موضوعی است که باید توجه کنیم بهش اینها سیگنال هستش اینها در واقع چیزی است که در واقع ما داریم بهش نگاه میکنیم دوباره یه مقاله دیگه دوباره در همین راستا جروم پاول داره دروغ میگه و ما همه قراره بابت این دروغ هزینه پرداخت بکنیم اینفلیشن uh, کم نشده اینفلیشن خطرناک هست قیمت نفت رو داریم میبینیم افزایش عجیب غیب قیمت نفت رو داریم میبینیم افزایش عجیب غیب قیمت در واقع سهام رو داریم میبینیم uh, هیچ وقت اینجوری نبوده هیچ ریکاوری اینقدر سریع نبوده uh, خطرناک هست سی درصد دوستان این, این،, این موضوع رو این همین یک جمله باید کافی باشه برای اینکه شما بتونید رو توی طلا و کلا توی اسکرت ها مشخص کنید نویز رو از سیگنال تشخیص بدین سی درصد کل دلارهایی که توی دنیا وجود داره سال 2020 چاپ شده یه دقیقه صبر کنین این سینکین بشه این جذب بشه هضم بشه سی درصد کل دلارهایی که توی دنیا وجود داره در سال 2020 چاپ شده این چه تأثیری خواهد داشت روی ارزش دلار نسبت به هر چیز دیگه ای به این موضوع فکر بکنید میگم فقط دلار نیست بقیه ارزها هم هست و میبینیم که قرار ادامه داشته باشه دوباره وزیر اقتصاد ژاپن از قول جن... جنتی گفته که قرار نیست این پول چاپ کردن ها تموم بشه این رو یادتون باشه همه سیگنال ها به یک جهت داره نشون میده حالا یکی ممکنه بیاد بگه که آقا خب الان همه سیگنال که داره میگه که باید اینفلیشن داشته باشیم تورم داشته باشیم چرا تراریخت من یه جمله دیروز استوری کردم اینجا هم دوباره میگم انقدر مبهوت امواج نشین که جذر و بره اینی که ما داریم نگاه میکنیم نگاه اقتصاد کلان به سیستم نگاه اقتصاد کلان به تریدینگ نگاهی که به بیت کوین داریم نگاه فاندامنتال کلا چی رو داره نشون میده جزر رو داره به ما نشون میده ما دنبال نگ... گرفتن این موج های بزر... کوچیک نیستیم ما دنبال گرفتن اون جزر اون حرکت خیلی بزرگ هستیم خب انقدر توی موجها محو نشین که جزر رو از خاطر ببرین این موضوعی بود که میخواستم حتما اصلا باشون صحبت کنم دو سه تا موضوع دیگر رو هم بگم یکی در مورد ایلان ماسک SEC ظاهرا گفته که میخواد در واقع تحقیقاتی انجام بده برای ایلان ماسک و دوج کوین به نظر من این کلا یک تئاتر حالا اختص... سیاسی اقتصادی هست خیلی معنی خاصی حداقل برای من نداره ایلان ماسک هم گفته که امیدوارم این کار رو بکنن خیلی مشکلی دارم با این موضوع نداره که طبیعی به نظر میاد بسیار عالی خب این از بخش اولمون بخش اخبار من نگاه خیلی کوتاهی میکنم به سوالاتی که تا الان پرسیده شد اگر بهش الان جواب میدیم اگر نه برای بعد پرسیدن که طلا رو دریاب همینطوری داره سقوط میکنه میترسم ضرر کنم ببینید شما اولا برای ترید کوتاه مدت طلا که من گفته بودم وارد نشید قرار بود کجا وارد شیم بعد از شکست خط روند بالایی که هنوز شکست نشد بالای 1850 برای طولانی مدت هم وقتی داریم وارد میشه شما این سرمایه گذاری چند ساله میکنیم این نوسانات اصلا نباید روتون تاثیر گذاره باشه حتی حتی برای کوتاه مدت هم اگر وقتی ترید میکنید هر تریدتون ماکسیموم باید دو درصد کل اکانتتون رو تحت تاثیر قرار بده خب اینا پایه است اینا تریدینگ وان و وانه اینا رو اگر نمیدونید اکانت واقعی باز نکنید باور کنید دارین اشتباه میکنین پرسیدن که یعنی هدف بیت کوین خیلی بالاتره بله بریم ویدیوهای بیت کوین ما رو ببینید هر خیلی خیلی حرفای فاندامنتال جالبی زدیم و ارزش داره که شنیده بشه حتما طلا رو صحبت کردیم راجع به ده ساله صحبت می‌کنیم در مورد میکرو, میکرو توضیح دادیم باز هم توضیح میدیم برین چند تا ویدیو پایینتر توی اینستاگرام و یا توی یوتیوب میتونید سرچ کنید تایتل ویدیو ورود قول ها به بیت کوین بود در مورد ماکرو استراتژی در مورد تسلا در مورد اسکوئر و پیپل صحبت کردیم الان میخوام در مورد کوین بیس و بیت کوین صحبت کنم پس اگه اینجا هستین ازتون میخوام که ویدیو رو لایک بکنیم میریم برای قسمت بعدی